الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. خب چند نکته درباره سجده باقی ماند که انشاءالله این را خیلی خلاصه امروز خدمت شما به عرض میرسانم. از مستحبات و آداب سجده که چند تا را حدود 10 تا در جلسه قبل عرض کردیم، 11 فرمودن بین دو سجده استغفر الله ربی و اتوب الیه گفتن هست. یعنی اینها از کار مستحبی هست که استحباب دارد انسان اینها را بخواند. یعنی سر از سجده اول که بلند کرد، بعد از تکبیر گفتن بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، و بعد دعای دیگه هم هست دیگه، حالا کسی که این را میخواهد بخواند، اللهم اغفر لی و ارحمنی و اجبرنی و ادفع عنی و عافنی اینی لما انزلت الی من خیر فقیر تبارک الله رب العالمین. این دعایی است که حضرت موسی علیه السلام خوانده بود که در آیه قرآن هم آمده است. وقتی که حضرت موسی علیه السلام خب از اون شهر بعد از اون حادثه متواری شدن و فرار کردن و رفتن، به خاطر که مأموران حکومتی دنبالش بود، در یک جایی رسید که داستانش را شما همه بلد هستید و اونجا محلی بود که مردم گوسفندانشان را آب می دادند. خب دید که 2 دختر خانم در یک گوشه گوسفندانشان را به حساب گذاشتن و من میکنن که به طرف آب خوردن ببره، و مردان می آمدن و آب می دادن. خب ای حضرت موسی علیه السلام نگاهی به این خانم ها کرد که چرا اینها من میکنن. وقتی رفت جلویشان گفتن ما مردی نداریم و میگذاریم که اول مردها گوسفنداش آب بدهن بعد ما میریم، که اینها کل ظرافت های قرآنی است، که اینها میتونستن مثلا برن حرکت بکنن و بگن که شما پس چین ما، ولی این حیا مانعش میشد که در وسط مردها بره با اونا هم صحبت بشه، هم کلام بشه، چون بالاخره در بین 10 تا 15 تا 20 تا مرد یکی مریض هست، خب یکی مشکل داره، یک نگاهی، یک صحبتی، یک کلامی، به همون خاطر به اصطلاح صبر میکردن در گوشه که اونها تمام بشه. بعد حضرت موسی علیه السلام جوان بود، خب آمد و گوسفندهای اینها را آب داد و اینها رفتند و هیچی. با این همه خستگی که آمده، خستگی و تشنگی و رعب و وحشت، حالا هم چقدر خدام آب کشیده، این گوسفندها را آب داده، کاملا خسته شده بود، کاملا هم خسته هم گرسنه و هیچ چیز به اصطلاح، حالا مدت معلوم نیست که 1 روز 2 روز 3 روز چیز خورده بود نخورده بود، چون در حال فرار بود دیگه. بعد این دعا را خواند. وقتی که اونها هم رفتن و هیچ چیز برای حضرت موسی علیه السلام ندادن، این دعا را خواند: رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا اون چیزی را که میخوایی خیر بر من نازل بکنی، من خیلی الان فقیر و محتاجش هستم. بعضی ها میگن حضرت موسی علیه السلام به آمین جمله از خدا یک نان خواست، که خدا یک نان عطا بکن که دیگه ما از گرسنگی داریم به اصطلاح ضعف میره، که خب داستانش شما شنیدین. وقتی که خدا حضرت موسی علیه السلام این دعا را خوان، که اون دختر خانم برگشت و هم به نان رسید، هم به ازدواج رسید، هم به همه چیز حضرت موسی علیه السلام رسید. این سوره نوشته کردم، اینجا نیورده: رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر. آدم اگه سرچ کنه در قرآن پیدا میشه، ظاهرا سوره قصص باشه. بله دیگه داستانش طولانی است، من وارد داستان نشدیم، فقط خواستیم که این قسمت دعا که در بین دو سجده آمده وارد شده، این را اشاره بکنید. 12 فرمودن نشستن بین سجدتین است به جهت مردان بر ران چپ با بیرون کردن پای چپ. خب میفرمایند که یک طریق نشستن این هست که ما روی هر دو پا میشینیم،
طریق اصلی که سنت هم هست و اهل سنت بیشتر این را مراعات میکنن و در کتاب وسائل الشیعه هم از امام صادق علیه السلام نقل شده و اینجا هم آمده است، طوری هست که بین دو سجده انسان به طرف پای چپ خود به طرف ران چپ میشینه و طوری که اینجا هم توضیح داده در اون کتاب وسائل الشیعه از امام صادق علیه السلام هم نقل شده که پای راست خود را اینطوری میگذاره روی زمین، پای چپ خود را میگذاره و پای راست خود را روی پای چپ، روی کف پای چپ. یعنی اگه شما ببینین نماز اهل سنت کلا نمیتوری میشینن، یعنی این سنت است و به حساب بر ما وارد شده، ما ولی اونطوری نمیشینیم، بیشتر بعضیا میشینن که خم میشه به طرف چپ. خب یکی از فلسفه هایش هم استاد ما میگفتن در همون قدیم ها که یادم میایه، میگفت به خاطر ازی که یک حالت خیلی متواضع انسان به خود میگیره، که مثلا اگر اینطوری صاف میشینه خب یک حالت متعادل هست دیگه، یک جوری متکبر هم میتونم بگیم، ولی به این حالتی که میشینه مثل یک عبد میشینه، مثل یک برده، یک بندی در پیشگاه خدا متمایل به اصطلاح به چپ، بعد بدن خود راست میکنه، بسیار به یک حالت متواضعانه که اینطوری هم فرمودن. ولی فرمودن خانم ها افضل است به جهت ایشان چسباندن دوران راست به شکم با بلند کردن دو زانو. خانم ها به اصطلاح اینطوری که دوران را بالا میکنن به حساب اینطوری میشینن، مستحب بر اونها اینطوری هست. اینا به حساب کلش از طبق روایت و سنت بوده دیگه، اونها سنت را بیشتر رعایت میکنن، که این فرق خانم ها و آقایون هم که ببینی فلسفیش در حجاب هست، یعنی هر چطور جمع‌تر بشینه، مثلا میگه دست ها را باز نکنه خانم ها، مرد ها باز بکنه، یا اینطوری به این حالت بشینه، فلسفیش کلش روی حجاب هست که پوشیده تر میشه، با حجاب تر معلوم میشه. خب 13 فرمودن نشستن بعد از سجده دوم است در رکعت اولی و سوم با طمأنینه و آن را جلسه استراحت نامند و آن مستحب مؤکد است، خب بلکه مکروه است ایستادن از سجده. خب در رکعت اول و سوم چرا گفت؟ در رکعت دوم و چهارم چرا نگفت؟ دوم و چهارم که میشینه کلی معمولا بر تشهد، و در رکعت اول و دوم بعد از سجده دوم بعضیا که من سجده بلند شد استاد میشه، میگه نه، از آدابش این است که یک لحظه بشینه به مو حالتی که مثل تشهد میشه، یه مثل تشهد و یک لحظه بشینه بعد بلند میشه، که فرمودن در بعضی جاها حتی بعضی از علما وجوبش را قدیم قائل بودن، ولی استحباب مؤکد هست که سر از سجده دوم در رکعت اول و رکعت سوم برمیدارد مثل تشهدواری برای یک لحظه بشیند، بدن آرام بگیرد، بعد بلند بشه. 14 فرموده است این که در وقت عزم بر ایستادن تکیه بر دستها کند در حالی که انگشتان خود را گشوده باشد و ابتدا کند بلند کردن دو اصل را. خب فرموده است که وقتی که بلند میشه انسان با انگشتهای خود را باز بکنه، اینطوری روی دست خود فشار بیاره، بعد رانها رو بلند میکنه، بعد بدن خود رو. میگن نچسبانه اینطوری به حساب مثل مشت باری دوتا مشت بگذاره در زمین بلند شه، این از آدابش نیست. خب این مستحباتش بود. یکی دوتا نکته راجع به مکروهاتش هم عرض بکنیم و التماس دعا. مکروهات سجده فرموده است مکروه است در سجود پف کردن به موضع سجده در نماز و کراهت داره. مثلا وقتی که به سجده میره اون محل سجده را مثلا خاک است یا یک چیز است، با دهان خود پف بکنه، خب این میگه مکروه است. و همچنین مکروه است در سجده، خب که این زرا به اسلام میگه یا ساقهای دست خود را ببنده مردان، به حالت باز بگذاره، بلکه آنها را بلند کرده و مثل دو بال می نماید. و نیز مکروه است کف دست ها را نزدیک از رو گذاشتن در مقابل دو دوش، همچنین بین دو سجده دست ها را در زمین گذاردن به شرط عدم فوت نشستن. خب
اینه که به اصطلاح این دست ها را مقابل صورت بگذاره، این را به حساب بسیار پایین بگذاره که به اندازه شانه شود. یعنی این دست ها مقابل صورت در زمین گذاشته میشه در سجده، یه تو پایین نگذاره، یا مثلا در نزدیک شکم خود بگذاره یا نزدیک شانه های خود بگذاره. خب بله، این مکروهاتش بود که حالا بعدش میشه آداب قنوت. انشاءالله که بعداً درباره قنوت صحبت میکنیم. این مستحبات و مکروهات سجود بود که خداوند انشاءالله ما را با این آداب و این اعمال و این افعال نماز مزین بگرداند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.